Evroz mübarək olsun, Nəfruz mübarək olsun. Salam, salam, salam. Salam, salam. Onlara hoş edin. Salam, salam. Salam, salam. Salam, salam. Mübarək olsun. Mübarək تاجکستان به جمهوریت محترم جمهور رئیس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دی افغانستان به اسلامی جمهوریت دی جمهوری ریاست به تشریفات و کندک منصوبین و نظام ترتیب از تاس دی ماهینی ویار لری به جمهوری ریاست به تشریفات و کندک بولندوی بر جنرال محمد طاهر گردیزی سپس رؤسای جمهوری دو کشور با هم در مورد گسترش روابط دو جانبه بحث و گفتگو کردند. متعاقبا سران افغانستان و تاجیکستان یک اعلامیه مشترک را به امضا رسانیدند. همچنان مسئولین دو کشور 5 موافقتنامه همکاری در عرصه‌های همکاری همه‌جانبه میان وزارت‌های داخله دو کشور، گمرکات، تشویق و حفظ متقابل سرمایه‌گذاری، فرهنگ، هنر و نشرات و یک یادداشت تفاهم همکاری میان رادیو تلویزیون‌های دولتی را به امضا رسانیدند. پس از امضای اعلامیه مشترک و تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دو کشور، سران افغانستان و تاجیکستان در یک کنفرانس خبری اشتراک کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس خبری ضمن خوش آمدید به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت: امروز ما
در جریان ملاقات دو به دوی ما تبادل نظر روی اوضاع منطقه و اوضاع جهان کردیم که با هم مثل همیشه شباهت های نظر داشتیم و همچنین در مورد رابطه دو کشور، گسترش رابطه دو کشور در تجارت، در اقتصاد، در رفت آمد، در مواصلات، در سرک، خط آهن و دیدگاه های سیاسی با هم مشابه گفتگو کردیم. خوشبختانه که افغانستان و تاجکستان در 12 سال گذشته به عمق رابط خود رسیدن. رابط بسیار عمیق، بسیار گسترده و کامل داریم. این رابطه را نه تنها حکومت های دو کشور پیش بردن، بلکه مردم دو کشور هم تشویق کردن و هم در پیشرفت و پیش بردش با حکومت ها همکار بودن و مشوق بودن. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان ضمن تبریکی نوروز به رئیس جمهور و مردم افغانستان گفت: نوروز در سنتی با آسانی و ارزشمند ما سرآغاز همه نیکی ها و خوبی ها، سازندگی، آبادی و سرسبزی نیت ها و آرمان های بزرگ است و این روح نوروز در سلسله ملاقات و مذاکرات و مکالمه دوستانه ما با جلالت مآب برادر عزیزم هر لحظه احساس می شود. محور آنها بررسی و تعیین راه ها و شیوه های گستریش و رشد همجانبه مناسبت های دوستانه ما و تقویت دوستی تاریخی مردمان برادر ما بود. وی ضمن تاکید بر تطبیق پروژه کاسا 1000 و پروژه راه آهن تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان از گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های زیربنایی اقتصاد، تجارت، معارف، فرهنگ و هنر ابراز رضایت نمود و بر ضرورت استفاده امکانات کاملا نامحدود به شیوه های نو و مؤثر آن تاکید ورزید. رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش خواهان مشارکت وسیع‌تر و فعال افغانستان در همکاری های منطقوی و سازمان همکاری شانگهای می باشد. جمهوری تاجیکستان ثبات، امنیت و پیشرفت افغانستان را عامل بنیادی ثبات و امنیت پایدار و پیشرفت منطقه ارزیابی می نماید. ما خواهان شرکت وسیع‌تر و فعال افغانستان در همکاری منطقوی و سازمان مؤثر و با نفوذ سازمان همکاری شانگهای می باشد. ما امسال ریاست این سازمان را به دوش داریم و در تقویت نقش آن مساعدت فعال خواهیم نمود. به عقیده ما همکاری همه جانبه و مؤثر تاجیکستان و افغانستان، سعی و تلاش فعال و هم آهنگ دو کشور امکان آن را میسر می سازند که همکاری منطقوی گسترش یابد و ثبات و امنیت در منطقه تقویت گردد. گفتنی است که افغانستان در سال نو 1393 میزبان جشن جهانی نوروز می باشد و قرار است فردا با حضور داشت آمد کرزه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و رؤسای جمهور و ایتهای عالی رتبه کشورهای اوزه نوروز این جشن طی مراسم باشکوه در ارگ برگزار گردد.